بله بینندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با مهمان دیگه در سفره هفت سین تلویزیون ITC، تلویزیون ایرانیان کانادا، خانم پارمیدا بارز. بله. و جالب اینه که سلام، اولا سلام بکنیم، سال نو رو به تبریک بگیم. سلام شما و سلام به بینندگان عزیز، خیلی خوشحالم که مهمون خونهاتون هستم امروز و اینکه توی این برنامه دارم شرکت میکنم. بله خیلی ممنونم، متشکرم. عرض موضوعتون که ما پدر مادر هنرمند شما رو میشناسیم. خیلی سورپرایز شدم من. دنیا جالب کوچیکه. بله کوه به کوه نمیرسه، آدم با آدم بودن. میرسه. مادرتون گیتا خانم گیتا که عزیز که با اون رقصای زیباش، وقتی ما 25 سال پیش تلویزیون رو شروع کردیم، گریمور خوبی بود، رقصای زیبایی میکرد و عمو نوروز و حاجی فیروز پیدا بکنیم بعدن یکی از چقدر زیبا بود. من گریمور خیلی خوب بله گفتم گریمور خوبی بودم و این بهترین عمو نوروز و ایشون. بله بله چقدر زیبا بود با دکورایی حالا که میزدیم، یادش بخیر واقعا. خاطرات خوبی بود. خیلی من که خیلی کوچیک بودم ولی خاطرات خیلی خوب. من فعلا 5 6 سال دیگه الان شما الان چیکار می‌کنی پارمیده جان؟ من الان نویسنده کتابای خودسازی ام، روی استیج صحنه صحبت میکنم، سخنرانی انگیزشی انجام میدم، مربی سخنواریم و اینکه پشتیبان اونایی که برای هدفهای تو زندگیشون بخوام برسن، تو لایف و تو بزنس کوچینگ بهش میگیم انجام میدم. خود منم یکم شاعر هستم و تو آرت و این چیزام به خاطر مامان بابا اینا، به خاطر مامان بابا. آره بیکامینگ یور اون هیرو این کتابمه، بیکامینگ یور اون هیرو یعنی قهرمان زندگی خودت شدن. آره آفرین. چطور شد که علاقمند شدی کلن به این رشته؟ چی شد؟ چی باعث شد؟ انگیزت چی بود؟ انگیزم این بود که اپینین شخصی من اینه که مردم وقتی توی خودشون سختی میکشن بالاخره و اون سختی ها رو بتونن خوب هندل کنن، میخوان این گیفت رو به مردم دیگه بدن، میخوان مردم دیگر رو کمک کنن. و این کتاب یه جورایی به من فقط اومد، اصلا خودم نمیدونم چجوری نوشتمش، یعنی دیدم که اصلا نمیتونم خودم استاپ کنم. هی این ایده اومده بود که این باوری که من دارم که فکر میکنم هممون توی خودمون قهرمان داریم و بالاخره خب سختی هایی هست که میکشیم، هدف هایی هست که میخوایم بهشون برسیم، ولی یه دونه از مشکل های بزرگ اینه که سوء استفاده میکنیم از این قهرمان درونمون، اتفاقا بهش بها نمیدیم، اذیتش میکنیم، استرس زیاد بهش میدیم. و بالاخره چیکار بکنیم که این قهرمان درون رو آماده بکنیم که به ما استرس ندیم، ناراحتش ما به اصطلاح ما همراهی با هم دیگه بریم به طرف خوشبختی، یعنی خودسازی. خیلی راه‌های مختلفی هست که این کار رو انجام بدیم، ولی اولین چیزی اینه که آدم خودش رو بشناسه. خیلی ها وقت they don't take the time که بشینن راجع به فکرهای خودش بفهمن مثلا عادتایی که دارن، رفتارهایی که دارن خوبه یا منفیه، داره کمکشون میکنه یا نه، و محیطی که دور و بر خودشون هست چیه، با کیا دوستی میکنن، کجاها میرن، به چیا گوش میدن. حتی موسیقی که گوش میدین اثر داره. یعنی هر کی خودشو باید ارزیابی بکنه که ببینه که کجا وایساده و چه جوری میتونه این با این قهرمان درون، با این کودک درون، واسه خیلی چیزا میگن که فرشته درون، برای بله. اون یک ارتباط برقرار بکنه. ضمیر ناخودآگاه خیلی الان به بله. این مسئله واقف شدن آقای زلمی، اصلا دنیا به سمت اسپریچولی داره میره کلا. absolutely. آره من هیپنوتراپی هم درس خوندم، همین که بهت گفتی تو ضمیر ناخودآگاه چجوری اثر داره روی فکرهایی که میکنیم، زندگی که میکنیم، خیلی مهمه. و مشکل اینه که اینقدر هممون سرمون شلوغه، وقت نمیذاریم، وقت نداریم که بشینیم، فکر میکنیم حداقل وقت نداریم، ولی من باورم اینه که پیشگیری یه دونه از مهمترین چیزاست. یعنی که ما نباید وایستیم همیشه تا مشکل بیاد که یه کاری بکنیم، هر روز بعد رو خودمون کار کنیم، این مهمترین چیزه که آمادگیشو داشته باشیم. حالا مشکلاتی که پیش میاد، این غم و غصه که پیش میاد، در چه مواقعی چجوری به خودمون روحیه بدیم؟ خیلی مهمه. پیشنهاد میکنی؟ آره. من پیشنهادم یه جوری که موتیویشن so to speak خیلی راه های دیفرنت میاد تو زندگی. بعضی موقع آدم موتیویشن طبیعی داره، یعنی مثلا یه چیزی میبینه یهو موتیویشن میگیره، یه شعری میبینه، یه چیزی گوش میده، بعدش هم یه چیز یه راه دیگه است که خودش پرپسلی موتیویشن تو زندگیش میذاره، یعنی حتی طوری که اتاق تو درست میکنی، چیزایی که رو دیوار میزنی، این خیلی اثر داره. خودش محیط دور و برش اصلا یه جور میکنه که اصلا آن پرپس روحیه میده به خودش. آره جایی که میری، اکتیویتی هایی که میکنی، مثلا خود من همیشه دوستایی که دور و برم سعی میکنم اونا هم تو همون راه باشن،
جایی که میرم. آخه بعضی موقع آدمایی هم هستن که زندگیم که نمیتونیم کاری کنیم راجبشون، مثلا شاید منفی تر باشن. آره. ولی یه چیز مهمتر اینه که مدیتیشن. راه‌های مختلفی هست که بتونه آدم مدیتیت کنه. من فکر کنم از راحت ترین وی اینه که گایدد مدیتیشن. این وقتی خیلی اپای هستن رو تلفن، راهنما هستن که راهنما هست. زمزمه میکنه، حرف میزنه، راهنما. شما گوش میدین و میتونین این کارا رو راحت‌تر انجام بدین. یه راه دیگه هم هست که خودت ریلکسیشن بریدینگ میکنین و بعد از این میتونی حتی سوال بپرسین به، اگه مثلا به خدا باور داری یا به خودت، که جواب بتونی بگیری بعدش. خیلی راه‌های دیفرنت داره مدیتیشن، یا بشینی رو نفست فوکس کنی. خیلی راه دیگه فقط شروع بکنن دیگه، کم کم بقیه‌اش راه میافتن و بهتر و بهتر. ضمیر ناخودآگاه، من با یکی صحبت میکردم میگفتم من چرا حس میکنم کانکت نمیشم، سعی میکنم برم تو ضمیر ناخودآگاه. مدیتیشن برای من خیلی سخته چون من خیلی اکتیوم، فکرم 10,000 جاست. بله. و مدیتیشن کردن برای من واقعا یکی از سخت‌ترین کاراست. برای اینکه میگن وقتی میشینی باید فکرت خالی باشه، مگه میشه فکر خالی باشه؟ اکچولی نباید فکرت خالی باشه، فقط نباید توجه کنی زیاد بهش. یعنی اصلا اون بعدن استپی که مثلا بتونی خالی خالی باشی، ولی پوینت اینه که میگن به یه جایی برسی که بالانس داری. یعنی حتی وقتی فکر میاد بفهمی، با خودت خوب باشی، بذاری دوباره حواست بیاد به اون نفس کشیدن یا هر جور دیگه که میخوای انجام بدی. راجب اینه که مثلا بگی مهربون باشی و بتونی همین بالانس رو پیدا کنی. آره تو زندگی خیلی کمک میکنه. پس صحبت کردنم خوبه ها؟ پس با زمین رو اگه بخواید. آره من خیلی من spiritual meditation میکنم، همین که مثلا ساعت یه سوال بپرسم به دنیا. مثلا یادم قبل از اینکه کتاب این چیزا رو نوشتم، یه شب چشمامو بستم و breathing کردم و meditate کردم و از خدا پرسیدم من اومدم اینجا چیکار کنم. واقعا این سوال هی از خودم پرسیدم، یعنی واقعا پرپس من تو این دنیا چیه؟ جوابش می اومد واسه باورت نمیشه. بعد از من همیشه دوستام میگم باورش بخوام دو هفته یعنی به همه دوستام اینو میگم، بعد از دو هفته این سواله که how may I serve، یعنی به دنیا چجوری میتونم کمک کنم. یه تلفن اومد بهم گفت که مثلا بیا رو این تلویزیون. یه تلفن من مثلا آهنگ تو دیدیم مثلا میخوایم اینجا بیای. مثلا جور شد که بعد از 4000 نفر که تو تیچرز کالج اپلای کردم من اکسپت شدم. مثلا یه جوریه نمیدونم دنیا واقعا. آهنگ چی داری؟ من نویسنده برای توی میوزیک انگلیسی هستم. شعر می نویسم، آهنگ می نویسم، خودم یکم می خونم، چند تا میوزیک ویدیو دارم. اتفاقا تو بیا تو هم بود چند تا از میوزیک ویدیو. پس الان ما اگه بخوایم یوتیوب بذاریم داری ویدیو آره، موزیکاتو. میوزیک ویدیو اونجا هست. پس بعدم بذاری ویدیو موزیکات هم بریم ببینیم. چطور دست کجا میشه تهیه کرد؟ رو آمازون هست، رو بارنز اند نوبلز آنلاین هست، رو ایندیگو چپترز آنلاین هست. بیکامینگ یور اون هیرو. بله. بسیار خوب. مامان الان چیکار میکنه؟ پدر مادر خوبن دیگه نه؟ اونا همیشه دارن سعی میکنن هم به خودشون هم به مردم کمک کنن. آره. وقت بهت عیدی میدن؟ هر چی بزرگتر میشی تو باید به آدم عیدی بدی. حالا من باید بده عیدی بدم. اوه واو مرسی. امروز دلم میخواد بازم بیای برنامه غیر از عید بیای حتما صحبت کنیم، از اطلاعاتت استفاده کنم. من خودم خیلی دوست دارم اگر بتونم فالو کنم اینو. من یه خواهرزاده‌ای دارم پزشک دندونساز از هند اومد اونجا درس خونده، اومده اینجا که اینجا امیدوارم تحصیلاتشو ادامه بده و مدرکشو بگیره. اون خیلی تو اسپریچوال مرتب به من میگه خاله اینقدر خبرای بدو گوش نده. میگم آخه ما کارمون مدیاست، من نمیتونم گوش ندم. میگه برو اپا رو گذاشته برای من، میگه بشین اینا رو گوش کن، بذار تو گوشت شبا اینا رو گوش کن. مدیتیت میکنه. بله در روز دوبار مینیمم مدیتیت میکنه و خیلی به من میگه. و فکرای بد به ایمیون سیستم هم ربط داره. بله همین بله. تو این شرایطی که داریم خودتو ضعیف‌تر میکنی اتفاقا. سم دیگه پویزنه که میریزه. مرسی، خیلی خوشحال شدیم دیدمت. چه پیشنهادی داری واسه بینندگان ما؟ بینندگانمون به خصوص برای خانواده‌هایی که تو این هواپیمای اوکراین عزیزانشون از دست دادن، چه پیشنهادی براشون داری؟ میتونید راهنمایی بکنی، صحبتی بکنی بهشون؟ پیشنهادی که من میدم اینه که به هم روحیه بدین. یه دونه از مهمترین چیز اینه که پشتیبان هم باشین و بتونیم تو این شرایط ها بیشتر با هم باشیم و به هم عشق بدیم. و زندگی خیلی بالا پایین داره، ولی اگه با هم باشیم فکر کنم بتونیم هر چی که جلومون باشه کانکر کنیم. هوای همدیگه داشته باشیم. مرسی عزیزم. مرسی. موفقیت بازم ببینیم. مبارک عزیزم. سلام برسون. متشکرم. خدافظ.